اگه نمیدونین جلاتو چیه، این ویدیو رو تا انتها تماشا کنید، چون توش هم میخوام بهتون یه جلاتو خیلی خوشمزه با پاپایا آموزش بدم و هم فرقشو با سوربتو بهتون یاد بدم. سلام، من محمد رضام و یه بار دیگه با آشپزخونه من خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با یه دسر خیلی جذاب به اسم جلاتو یا ژلاتو. این قالبای یخ زده در واقع میوه یخی هستن. من از پاپایا استفاده کردم و میخوام امروز بهتون یه دسر خیلی جذاب با پاپایا آموزش بدم. شما میتونید از میوه‌های دیگه مثل انبه، آناناس، موز، توت فرنگی و هر چیزی که دوست دارید استفاده کنید و باهاش ژلاتوی خیلی خوشمزه درست کنید. به طور کلی ژلاتو به یک دسر ایتالیایی گفته میشه که از بستنی چربی کمتری داره، یعنی سالمتره، به جاش شیر درش استفاده میشه و چربی پایینتری داره، پس سالمتره و نسبت به بستنی در دمای پایینتری سرو میشه، یعنی خامه‌ای‌تر و گرمتره، حالا میشه گفت نسبت به بستنی. ژلاتو به دسرهایی گفته میشه که بر پایه میوه، شیر و شکر درست میشه. پایه این دسرها از کشور ایتالیا میاد، اصلا از اسمش هم مشخصه دیگه، ژلاتو. اگر توی این دسر شما شیر رو حذف کنید و به جاش آب استفاده کنید، اصلا استفاده نکنید، چیزی به ما میده به اسم سوربتو. گفته میشه سوربتو از کلمه شربت گرفته شده به خاطر اینکه یخ در بهش یک دسر خیلی خیلی قدیمی و با اصالت ایرانیه و این برای ما ایرانی ها افتخار آفرینه. حالا اگه شما هم مثل من عاشق فرهنگ غذای ایتالیایین، چون ایتالیایی خیلی فرهنگ غذایشون نزدیک به سلیقه ما ایرانی هاست، پس خیلی خوشحال میشم این ویدیو رو تا انتها تماشا کنید، به کانال یوتیوبمون سر بزنید و باز هم طبق معمول میتونید این زنگوله پایینم رنگی کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای منو تماشا میکنید. در ضمن اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خب ما برای درست کردن ژلاتو پاپایا به میوه پاپایا احتیاج داریم. همونطور که گفتم از میوه‌های دیگه مثل آناناس یا انبه یا موز یا توت فرنگی، هر چیزی که دوست دارین، هر میوه‌ای که دوست دارین، خودتون رو محدود نکنید. این ویدیو صرفاً آموزش تکنیک درست کردن ژلاتوه. نیاز داریم که هر میوه‌ای که دوست داریم، از پاپایا استفاده کردم، پاپایاها رو خرد کنید و بذارید داخل فریزر حداقل 2 ساعت 3 ساعت یخ بزنه. این یخ زده میوه پاپایاست. تا دقایق دیگه بهتون نشون میدم که چه جوری باید پاپایا رو خرد کنید. نتیجهش میشه یه همچین چیزی، یک میوه یخ زده بسیار خوشمزه. یه مقدار به قطعات کوچیک حب قندی من درستش کردم برای تزیین. شکلات چیپسی قطره‌ایه. این شکلات ها خیلی شبیه دونه های پاپایاه، به خاطر همین برای دیزاین دسر خیلی جذاب میشه. اگه نداشتین خیلی مهم نیست، صرفا برای دیزاینه. ما بس به میوه یخ زده احتیاج داریم: 50 گرم شکر، 200 سی سی شیر و شکلات هم برای تزیین. اینم پاپایا های حب قندی برای تزیینه. بریم تکنیکشو بهتون سریع یاد بدم. خب بچه اگه نمیدونید این چیه، باید بهتون بگم که این پاپایا. توی پیج اینستاگرامم یه هایلایت در موردش درست کردم، خواصاش و طریقه مصرفش و کلیت قضیه. این پاپایا پاپایا ایرانیه، نسخه استواییش فرق میکنه، چند مدل داره. میخوام براتون سوربتوی پاپایا درست کنم، یا همون میوه یخی هم به سوربتو میگن. برای این کار باید پاپایا رو پوست بکنیم، آمادش کنیم، خردش کنیم، بذاریم داخل فریزر یخ بزنه. آقا به قول اون دوستمون چه جاله، این دونه نداره، یه سری دونه های ریز ریز داره، این دونه فلفل سیاه ولی یه دونه هم نداره تو نشون بدم. خب اشکال نداره، شما فرض رو بر این بگیرید پر دونه است، من در آوردم. بچه مزه‌ای بین طالبی و انبه داره، خیلی خوشمزه است ولی جدا. الان نیاز داریم به قطعات کوچیک تقسیمش کنیم که بری یخ بزنه. قسمتایشو در حد 7 8 10 تا دونه یه مقدار تمیزتر برش بزنید، مثل حب قند. اینا برای دیزاین. حداقل باید 3 4 ساعت داخل فریزر بمونه. Thank you.
این ترکیب و این تکنیک، تکنیک جلاتوه که یک دسر ایتالیاییه. اگر شما در همین مرحله شیر رو حذف کنید، یک مقدار آب اضافه کنید، این میشه سوربتو یا همون دسر ایرانی یخ در بهشت یا میوه یخی. واقعا این میتونه بهترین بستنی برای بچه ها باشه. هم اینقدر خوشمزه هستش که دیگه سراغ بستنی های پرغند و مضر بیرون نرن، هم پرخاصیت و سالم هستش که واقعا عاشقش میشن. خیلی خوشمزه است. جاتون خالی.